تعدادی از آوارگان روهینگیایی در ایالت پنانگ مالزی در ماه مبارک رمضان از اردوگاهایی که در آن زندگی می‌کردند اخراج شدند. گفتنی است در حالی که میلیونها مسلمان در مالزی خود را برای جشن عید سعید فطر آماده می‌کنند، خانواده‌های آوارگان روهینگیایی در ایالت پنانگ دو روز قبل از عید فطر بدون هیچ گونه هشدار قبلی از اردوگاه‌هایی که در آن ساکن بودند اخراج شدند. در همین رابطه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مالزی اعلام کرد که پنجاه نفر از دوازه خانواده روهینگیایی بدون هیچ دلیل یا اطلاعی از محل سکونت خود بیرون رانده شدند به گفته ساکنان محلی این گروه از مسلمانان روهینگیایی از سالها قبل در این منطقه زندگی میکردند و هیچ گونه مشکلی هم برای دیگران ایجاد نکرده بودند به گونه ای که تقریبا در جامعه این منطقه ادغام شده بودند و همانند مالزیاییها زبان مالایی را با لحجه محلی صحبت می کردند. تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیا که در سالهای اخیر با سرکوب و کشتار نظامیان میانماری مواجه بودند مجبور شدند تا خانه و کاشانه خود را ترک کرده و در کشورهای همسایه آواره شوند جایی که با سختی ها و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و جامعه جهانی نیز کمکی به آنها نکرده است.